علی وصلش کردی؟ والا آره احتمالا. سلامتی به سلامتی، ما که تماشاچیم از استفاده میکنیم. آره آره وصل شد، الان لایویم، بینندم نداریم. مرزاد من نیومدم. لینک میخوای واسه یه لایو استریم؟ بله بله یه لینک بفرستید. توی من تو کامنت ها فرستادم. اینجا که فایده نداره، ما که باید علی فیلترشکن روشن کنیم. نه نمیخواد، این برای کسیه که توی گوگل میت نیست. معمول نگاه میکنه آقا. منم نمیخواد. نه شما که خب همین چیزی که اینجا دارید تو گوگل میت میبینید و اونجا نشون میدم دیگه، فرق نمیکنه. نه ما باید، ما برای ورود به یوتیوب مگر چیز نمیخواید؟ برای یوتیوب فیلتر شکن میخواید، برای میت نمیخواید. خب الان ما چیز میخواییم از طریق یوتیوب وارد بشیم. هر جور دوست دارید. نه از دو طریق میخواییم وارد بشیم، با سیستم، با لپتاپ از این بر و با اون از اون. هر جور دوست دارید. توی جیمیل لینک ها کجا فرستادی؟ توی کامنت های همین چیز، همین میت. بهنام هم بچه ها اشتباهی رفت اون ور. بهنام بیا این ور. آره این لینک رو بزن. البته باید اسمش هم ببینی توی چیز. مرسی. توی اون یکی چیز قدیمی یه آگهی دادن، گفتم آقا امشب بیاید اون بر. همین هم که بهنام هست، تو هستی. یکمی صبر کنیم مهرزادم بیاد، بعد شروع کنیم. آره من الان دارم تو یوتیوب هم میبینم. من دارم قدرم تو یوتیوب. آقا لینک ها کجا برم من پیدا کنم؟ آقا پیدا کردن ندارم، این کامنت های چیز نگاه کن دیگه. برم کجا؟ میت؟ نه همین گوگل میت. داره کامنت نمیدونی کجا میذاریم مگه؟ نه همین معنی کلمه ها رو بعضی وقتا مینویسی. من فقط یه سند با نامه جدید میبینم و یه قدیم. نه همین جایی که الان داری با من صحبت میکنی اینجا کامنت داره، یه دکمه کامنت اون پایین داره توی چت. تو چت ها اینجا او دو نفر هم داشت. خب شروع کنیم. آقا یوتیوب نخواست.
آره در چیز فیلتر شکنش مشکله. آره با ما مصیبت داریم، خدا لعنت کنه باعث و بانش. واقعا واقعا سلام، شب بخیر. سلام بنامش. بنام چه خبر؟ قربان شما. زینب به سلام. کی اومدی؟ تعطیلات یعنی. آه. دو روز. من فردا پس فردا اون جوان، ولی اگه اومده باید بیا اونجا بلوت کار کنه. میخوام بیان در شاسله ایمون خرید بکنی. میام بلوک کار تو باغ مشغولید؟ آره میریم از صبح ایشالله. خب حالا یه سردو میزنم یه وقت بیان که کار نداشته باشیم برای دم بولو بینام. میام کمک کنم. نه باش. خب سلام بهتون. سلام از من آقا یواشواش شروع کنیم. یه داستان انجوی هست باید اصفهانی خونده بشه، کی برامون میخونی داستان بعدی؟ با منی؟ آره آره به نام بخونه اصفهانی خوب میخونه. من هر موقع شما دستور بدید میخونم، هر موقع صلاح باشه. انجوی خواستیم بخونیم. آره جلسه بعده؟ بله بعد حالا جلسه بعدم شاید نخونیم داستان بعدی. نه بعدیش، هر وقت شد اینو میکنیم. لهجه من البته اصفهانی نیست، ولی حالا 60-70 درصد اصفهانی دارم. حدیث چیه بخونیم؟ حالا باش بچه یه نفر توی لایو داره نگاه میکنه، علی 83 که از بیننده های کانال هم هست، خیلی کامنت های خوبی میذاره. سلام علی جان. سلام بهش برس. خب شروع کنیم. شروع کنیم. مهنم من میوتت میکنم. آقا طبق روالی که قرار این 7 شب ادامه داشته باشه، کنیزک اومده شاهو تحریک کرده که سندباد باید پسرش رو بکشه. وزیرها یکی یکی میان جلوش رو میگیرن و تا حالا وزیر اول و دوم اومدن، الان امروز که بخونیم آمدن وزیر سوم. وزیر سالس که به نور رأی ثاقب ضیاء از کوکب رابع رو بوده بود، کوکب رابع قاعدتا خورشید میشه دیگه، و در تدارک وقایع و حوادث سحره فرعون جهر را ید بیضا و دم مسیحا نموده، پیش شاه رفت و گفت زندگانی پادشاه عالم و فهرست دوده بنی آدم در کامرانی و حصول امانی 1000 سال باد. این کلمه فهرست و خوش آمد از استفادهش اینجا. فهرست یه چیزی یعنی مثلا خلاصه و حاصل اون چیز. این شاهد مثالی هم که توی چیز گذاشته، توی ده خدا اگه اشتباه نکنم، این شعر مسعود سعد میگه شاهی که گر بیان دهد اخلاق او خرد، فهرست بعث حیدر و عدل عمر شود. خیلی این من رو یاد خدا بیامرز حمید بازدار انداخت که هر وقت صحبتش میشد میگفتش که توی اسلام چیز خلاصه نمونه عدل عمر بوده، علی نبوده. حضرت علی مظهر شجاعت بوده. اینجا همین رو میگه، میگه فهرست بعث حیدر عدل عمر. به هر حال به شاه میگه که تو فهرست دوده بنی آدمی، یعنی مثلا بنی آدم اصلشون توی. رأی اعلای شاه را که بارگاه الهام الهی و مقرد نصرت و تایید پادشاهی است، مقرر و معین باشد که از جمله موجودات که در بسیط عالم و عرصه کره اقبر، کره خاکی و میدان ربع مسکون ساکن و موجودند، عوض و بدل ممکن است مگر نفس خود و ذات فرزند که خلف شایسته باشد و محیی ذکر و مبقی نام نیکوست.
و از نفایس اعلاق و ذخایر مواهب ایزدی است و آن راحت و سعادت و خوشدلی و فراغت که از وصال جمال او حاصل آید از هیچ لذت و نعمت حاصل نیاید، خصوصا که آثار نجابت در ناصیه او ظاهر بود و منصب پادشاهی را معد و مهیا باشد و در مقام مدت مهلت دنیا روی دولت و پشت و پناه سپاه بود و در حال تحویل از مملکت دنیا وقتی که شاه میخواد از دنیا بره سبب ذکر حمید ولا ذکر لمن لا ذکر له. بله معنیشم کسی که پسری نداشته باشد پس از او ذکر و یادی نمی شود. به فرزند باقی است جانم جانم. آره اینجا این نفایس علاقا اینجا دیدیم یه کتابی هم از ابن رستهی اصفهانی مونده علاقا نفیس، یه کتابی جغرافیا مال قرن چهارمه. مرسی مرسی. علاقا نفیس علاقا نفیسه. مرسی. به فرزند باقی است کام پدر، به فرزند زنده است نام پدر. به مجرد تضریب و تخلیطی که طالب محالی و مصور خیالی سازد، یعنی اون کنیز، سیاستی فرمودن که تدارک آن در وهم نگنجد، یعنی کشتن فرزند، موافق عدل و لایق فضل پادشاه نباشد و اگر بر صحایف زمایر تغییری ظاهر شده است، این مقدمات تعجیل سیاست را نشاید و پادشاهان حبس و زندان از برای این حکمت نهاده اند و از بهر این دقیقه ترتیب داده تا در مستقبل ایام به بحث و تفسیر و بعث و تفکیر فکر کردن در قور حوادث سیر کنند و صاف حق از درد باطل جدا کنند. اگر عفو مجالی بود کمال فضل خیش بر رئیس و مرؤوس و تابع و مطبوع و وزیر و شریف و اقاصی و ادانی عرض دهند و ذات خود را در معرض افضال جلوه کنند و هر پادشاهی که در سیاست ابدان، سیاست اینجا به معنی مثلا تنبیه، در تنبیه بدنی و اراقت دما، ریختن خون و اضاعت فروج خلایق، یعنی فکر کنم قاعدتا باید بشه کشتن زن و فرزندشون دیگه، یعنی ضایع کردن فروج، خلاصه در اینا تأنی نفرماید در عاجل و عاجل به عقوبت و ندامت مأخوذ شود و بعد از آن پشیمانی و تلهف نافع و ناجع نباشد، چنان که آن مرد لشکری در کشتن گربه تعجیل نمود، چون جمال حقیقت از حجاب شبهت روی نمود تأسف ها خورد و مربح و منجح نیامد و درک دستگیر و پایمرد نبود. جانم علی اصغر خیلی دور نشدم بگم این به فرزند باقیست کام پدر، به فرزند زنده است نام پدر، این از سندباد نامه‌ای عنصری بوده که اونم گم شده دیگه به دست ما نرسیده. آره رودکی بوده. هم سندباد نامه داشته درسته؟ ظاهرا داشته، اینا را در واقع یکی ربط و ضبطش را به سندباد نشون داده توی مقاله بعضی ابیاتی که مصنوی اند و از رودکی مونده پراکنده، یکی ربط و ضبط با داستان سنباد نامه پیدا کرده. اینا تو کتاب ترجمه آن البلاغه که مال عمر رادویانیه آقای آتش که تصحیح کرده گفته است که این مال سنباد نامه ای عنصری بود. خیلی بیت دیگه ازش مونده یا همینه؟ پراکنده تو همین بست. همین جا میگم من حدس میزنم مربح و منجح باشه. آره درسته درسته، سودی نداره و سود دهنده و نجات دهنده نیست. درسته. خود یه ما معلم عربی کنار دستمون هست، نه اشتباه نمیکنی. مرسی. این داستان مرد لشکری و کودک و گربه و مار، این دقیقا داستان زاهد و راسوه توی کل و دمنه، فقط به جای زاهد مرد لشکریه، به جای راسو هم چیز گربه. وزیر سالس که از حوادث ایام خبرها و از عجایب روزگار ثمرها شنیده بود،
گفت چنین آورده اند خداوندان تاریخ که در عهود ماضیه و قرون سالفه مردی بود لشکری و او را عیالی با جمال بود، چنان که در حسن صورت بیمثل بود و در لطف هیئت بی‌نظیر. خلق و خلق او دیباچه لطافت و شمایل و مخایل او فاتحه مصحف ظرافت. جانم کس چیز برسید؟ گل رنگ از ازار رخسار او بردی و ماه طلوع از مشرق جمال او کردی. بدرون علا فلک الملاحت لم یرع به کسوفهی، لم یرع به کسوفهی ابدا ولا به محاقهی. بله، میگه که ماه شب 14 است که در آسمان زیبایی هیچ بیم کسوف و محاقش نمیره. اتفاق را حامل شد و هنگام وضع حمل از تجرع علم تلق، از چشیدن درد همون جدا شدن از فرزند، حیات را طلاق داد و پسری ماه منظر خورشید پیکر چون در یتیم از وی یتیم بود. زن سر هزار رفت و یه پسری ازش موند. مرد در حجره احزان رفت، دم وجد و نفس گرم و سرد میزد. این یه چیزی به وجد که به این معنی بخوره یا وجد به این معنی بخوره من پیدا نکردم و با خود این بیت ها میخواند. این وجد یا وجد اینجا به نظرتون چی معنی میده؟ اگه اصلا حمید رضا ممکنه وجد واوش جدا باشه، یعنی چی؟ دم و جد. جد به چه معنی؟ اینه دیگه، باید از آقای ابراهیمی کمک بخواهیم. خب نه، من نظری ندارم حالا تا مگر اینکه پیدا کنم. من چیزی که بهش بخوره پیدا نکردم. به هر حال با خود این بیت ها میخواند. رمان دهر و بالارضاء حتی فعادی فی قشاء من نبالی فسرتو ازا اصابتنی سهامون تکسرت النسال و علن نسالی. بله، این در واقع خودی شعر زمانی و دهر جوری که اینجا نوشته از متنبیه و روزگار مرا با تیرهای مصائب تیر باران کرد، تا اینکه دلم از تیر پوششی گرفت و از کثرت اصابت تیر چنان شدم که چون تیری بر بدن من بخورد، پیکان آن تیر به پیکان تیرهای پیشین خورد و خورد و بشکند. بکنم قبلا هم داشتیمش این تصویر تیر رو تیر خوردن و من یادمه. بله، تو نفست المعصور هم اوائلش داریم. آها آها آها، مرسی. یک بار ز من مهر بریده است فلک، آزار مرا به جان خریده است فلک. یا اول مهنت است یا آخر عمر، زینگونه که تنگ برکشیده است فلک. اما علی از خشم تا رد نشدیم اینم بگیم، جمال عبدالرزاق هم یه شعری داره میگه نماند تیری در ترکش قضا که فلک، سوی دلم به سرانگشت امتحان نگشود، چو خار پشتی گشتم ز تیر آزارش، که موی بر تن صبرم ز تیر او بشخود. اما به مشاهده فرزند جراحت فراق دلبند رو مرهمی می ساخت و می گفت اگر نه آنستی که این یتیم بی مشفق و منفقی بماند و در دستاس حوادث چون دانه آس گردد، و الا فنا بر بقا و عدم بر وجود اختیار کردم. یعنی میگه اگه به خاطر ترس از تنها موندن این فرزند در دستاس حوادث نبود، من خودم میکشتم. و این شداید و مکاید فراق که از زهر تلختر و از مرگ ناخوشتر است، بر خود به سر آوردمی و بر تربت معشوق ممشوق، ممشوق یعنی بلند بالا،
که چون سرو سهی در خاک لحد خفته است و چون ماه در ظلمت نهفته، شخص گرامی را یعنی خودم را بسمل کردمی که مقاسات مرگ، رنج مرگ از زندگانی که در فراق عزیزان گذرد سهل‌تر نماید. و از اینجا گفتند که عاشقان کوتاه عمر باشند، چه بلیت هجر و اذیت فراق روح لطیف ایشان را تحلیل کند. بعضی از روحشان را آب صفت از راه منافذ مدامع خرج کند، از راه منفذ اشک یه مقدار از روحشون خرج میشه، و بعضی را بخار شکل به طریق آه از راه نفس بیرون آرد و به تدریج مزمحل گرداند. و هر که از اعراب عاشق شد، هم در حداست سن، در جوانی سن و قره عمر، جان به احداث شحنه عشق داد. این احداث اینجا توی احداث شحنه عشق معنی سختی زمانه میده، احداث دفت میشه سختی. چون که مجنون در فراق لیلی و کسیر که من اسمشو نشنده بودم، در عشق عزه و وامق در مهر عزرا، چنان که اینا، و یکی رو از قبیله بنو تموم بنی این ببخشید عنکبوت مایه داره میره تو چشمم، چنان که مجنون در فراق لیلی و کستیر در عشق عزه و وامق در مهر عزرا، و یکی رو از قبیله بنو تمیم سوال کردند چراست که در قبیله شما هر که عاشق شود بمیرد. گفت لأن فی قلوبنا خفتن و فی نسائنا عفتن، یه به خاطر اینکه در قلب‌های ما نرمیست و در زنان ما پاک دامن. حمید کسیر، کسیر اسمش اون به نظر تشدید داره، تشدید که داره، من رو خوندم کسیر بیشتر خوش خارمه در میمونه. آره. اون چیزش چیه؟ معشوقش اسمش چیه؟ اونا عزه است چی؟ کسی رو چی؟ کسیه رو عزده یا عزده همین فلان در فشکش که فلان اینا نمیدونم ولی میبینم. من موت عشقن فلیمود ها کذا لا خیر فی عشقن بلا موتی. این تو رساله قشعریه اومده، تأثیر فروزان فر، و اونجا اینجوری معنی کرده کسی که عاشق بمیرد به حقیقت بدین گونه نمیمیرد، زیرا در عشق بدون مرگ خیری نیست. گفت خوبان چو پرده برگیرند، عاشقان پیششان چنین میرند. آن مرد در مفارقت عیال روز به شب میبرد و شب به روز میآورد، و مرزعی یه دایه شیردهی مشفق و قابله ای حاذق آورده بود تا طفل رضیع را، طفل شیرخوار را که رشک گل ربیع بود، چون صبا تربیت میداد و چون نسیم شمال دایگی میکرد و وصال پسر از فراق مادر عوض و بدل میشمرد که من منع من الاثر قنع بالخبر. یه کسی که از دنبال کردن نشان پا منع کرده شود به خبری خورسند میگن. این یه دوستمون پرسیدن که اون معشوقه وامق تلفظ اسمش چیه؟ عزراست یا عزرا؟ عزرا. عزرا. عزرا معنی دوشیز و اینا میده نه؟ بکنم اون عزراست. اون عزرا. آها. دوشیز و عزراست. نیست. و در فراغ امانی و تلخی زندگانی میگفت بی تو ای جان زندگانی می کنم، مایه نی بازارگانی می کنم، شرم باد از کار خیشم تا چرا بی تو چندین زندگانی می کنم. میگه مثل بازرگانی هم که چیز نداری دیگه، بدون سرمایه داره بازرگانی میکنه. تو هم مثل همین هم بودی. چی؟ شعر از انوریه. انوری. و این مرد گربه ای داشت، مدت ها آستان او بالین کرده و مدت عمر در خدمت او به سر برده و حقوق آنف و سالف ثابت گردانیده. این آنف چند تا معنی داره، من تو جلوی سالف که اومده میشه جاری، حقوق جاری و گذشته ثابت گردانیده
و از مدت وفات مادر طفل یک لحظه از حوالی مهد او جدا نبوده و تلیعه جان و پاسبانی مال او کرده و هرگاه که دایه مشغول بودی گاهواره به جنبانیدی. روزی پدر کودک و دایه هر دو از خانه غایب بودند و گربه بر عادت گذشته پیش گاهواره خفته بود. ماری سیاه از سوراخی بیرون آمد و قصد کودک کرد. گربه از آنجا که شفقت او بود بر احوال کودک و عادت طبیعی روی به مار آورد و با او به کارزار ایستاد. گاه به زخم پنجه و گاه به زخم دندان گلوی مار می‌درید و سر و قفای او می‌خایید تا ماک هلاک شد و کودک از خطر او مصون بماند و گربه از خون مار پوستین آهار داد. سر صورتش خونی شد. چون مرد برسید گربه قدوم او را استقبال نمود و از بهر آنکه چنین دشمنی از پای درآورده بود و چنین نازله‌ای چنین بلایی دفع کرده و جان در معرض خطر نهاده تبسبسی میکرد، چاپلوسی میکرد، خودشو لوس میکرد و تملقی مینمود و طمع میداشت که استخوانی یا لقمه نانی به دو دهد. مرد چون در گربه نگاه کرد دهان او خونالود دید. از غایت مهر و عشق فرزند خوفی و رعبی بر دلش غالب شد که الولد و مبخلتون مجنبتون محزنه. یعنی فرزند سبب بخیلیست و بددلی و اندو. یه کسی بچه دار میشه اینو خط بنویسیم بهش کادو بگیم. اون مجنبه چی بود؟ بخیلی و چی و اندو؟ ترس؟ بخیلی و بددلی و اندو. مرسی. در خاطرش گذشت که گربه فرزند او را بکشته است. از سر عجله تب و وسوسه زن و ضعف بنیت این خیال در دل او چنان قوی شد که چوبی بر سر گربه زد و از پای در آورد و چون از دهلیز به صفه و از صفه به غرفه آمد ماری سیاه دید کشته و خون از وی پالوده و فرزند در گهواره به سلامت خفته. دست بزد و جامه پاره کرد و از سر تأسف و تحسر گفت یا حسرتی علی ما فردت و فی جنب الله. یه نکته علی اونو هر دوتا رو با یه صفه میخوندی. صفه؟ به صفه و اسباب صفه بودن دیگه. آره درسته. بله. و اونم ترجمه آیه قرآن ای دریغا بدان سستی که کردم در راه خدا و در فرمان برداری او. همین جان دستت بالا بود. امین صفر میخواستی بگیم؟ بله بله. و اشک ندامت بر صفحات و جنات از فواره دیدگان روان کرد و بدان تعجیل که از تسویل شیطان، از بازار آرایی شیطان و تخییل بهتان رفته بود تأسف‌ها خورد و خود را ملامت‌ها کرد و گفت این چه اسراف بود که از طبع عجول و نفس ملول بی انصاف من در وجود آمد و این چه ناجوان مردی و بیرحمی بود که از شرح نفس من بر این حیوان رفت و چنین ظلمی مفرط از من پیدا شد. از ظلم و نار فلا تحقر صغیرته فرب جزوت نار احرقت بلدا. میگه که ستم چون آتش است که مقدار کمان را کوچک و خار مشمار، چه بسا پاره ای از آتش که شهری را بسوزاند. و سعدی هم تو گلستان میگه چراغی که بیوه زنی برفروخت بسی دیده باشی که شهری بسوخت. این جوری وخیم و ظلمی عظیم بود که بر این حیوان رفت و ایمن نباید بود که به مکافات این کردار نامحمود بلایی بر من و فرزند من نازل گردد. فرزند من رو از قصد دشمن حمایت کرد و از مکر معادی رعایت نمود. پاداش افعال او به جفوت، به جفا مقابله کردم. در شریعت مروت و طریقت فتوت این تخجیل را که از این تعجیل رفت دافعی نخواهد بود. عجب طول سعی دهر بینی و بینها فلم من قضا ما بیننا سکند دهرو. میگه در شگفتم از گردش روزگار که چگونه بین من و او با فتنه جویی جدایی انداخت و چون روزهای وصل و خرمی سپری گردید آرامش یافت.
این است همیشه عادت چرخ کبود، چون بی‌غمی دید زوال آرد زود. وزیر حالا میگه که این مقدمات از بهر آن تقریر افتاد تا پادشاه تعجیل را که از نتایج تسویل شیطان و طلایع هرمان است به سیرت مرضیه و عادت حمیده خود راه ندهد که عواقب شتاب زدگی و خواتم ترک تعنی ندامت و غرامت بود. و عجلتو من الشیطان، عجله کار شیطونه، خاصه که زنان را مقر در وکر مکر، در شاخه مکر و آشیانه قدر باشد. و داستان ایشان از الهان هزار دستان عجبتر است و حیلت و خدیعت ایشان از ریگ بیابان بیشتر. و اگر شاه در این معنی اجازت فرماید داستانی روایت کنم و حکایتی بگویم. شاه فرمود بگوی. این داستان دوم هم که در مکر زنان میگه همین تازگی خوندیم. من فکر میکنم عیناً این داستان توی همین بابای آخر مرمان‌نامه اومده بود. دستور عدل فرمای صاحب رای گفت در روزگار گذشته و ایام رفته بازرگانی بود که به نعمت و رفاهت شهرتی داشت و به تمول و ثروت معروف و مذکور بود و در ابواب حراست با سیس نقطه که یعنی مثلا کشاورزی و دهقانی و امارت و بازرگانی حاضر و دانا بود و بر صنعت اصحاب زیعت ماهر، تو صنعت چیز ملک ماهر بود و در مباشرت اشغال دهقانی کیس و قادر. یه بازرگانی بود که خلاصه تخصصش زمین و کشاورزی بود. وقتی از برای مصالح معیشت و رعایت اسباب فراغت و طلب تحصیل تفرج و استراحت و مطالعت اقار و زیعت و استطلاع قرص درخت مثلا کاشت و زراعت مسافرتی کرد و مدتی از برای اتمام و اهتمام آن بماند. زن او آن فرصت غنیمت شمرد و گفت الدهر فرسون و الا فقصصون. میگه روزگار را فرصت هاست و اگر در نیابی قصه ها. الدهر خداعتون خلوبون و صفوهو بالقضا مشوبون. سه بیت علی بخون تمام. ببخشید. و اکثر الناس فاعتزلهم قوالب مالها قلوب فلا یغرنک اللیالی و برقها خلب الکذوب. یه روزگار بسیار هیله‌گر و فریبنده است، پاکی او با خس و خاشاک آلوده است. از بیشترین مردم دوری کن، چه آنها کالبدهایی بدون روح هستند. شبها تو را نفریبد، زیرا برقان شبها از ابر بیباران دروغین. چون زن در جمال مشهور بود و در افواه و السن مذکور، عاشقان جمال او و طالبان وصال او بسیار گشتند و هر یک به قدر مکنت و حسب استطاعت به دولت وصال و سعادت جمال او تقربی نمودند و گفتند فخذ من عمر کلفانی نصیبا من اللذات ما وسع الیسار. میگه که از در زندگی ناپایدار بهره‌ای برگیر از لذت‌ها، از آنچه آسودگی را بیشتر میکند. باکر صحبا عف دهر فرسون. بامداد به سوی می بشتاب، چه روزگار سود جستن از فرصت ها. و او با خود میگفت خلا لکل جو و فبیزی وصفری. اینم در واقع یه عرض کنم خدمتون که یه شعر، یه در واقع بیتی که این نیم مصرعشه، کلش اینه که یا لک من قبرتن به معمری خلال کل جو فبیزی وصفری، که معنی کلش میشه ببین چقدر چکاوک در سبززار است، فضا از برای تو فراخ گردید، از تخم بگذار و نغمه خوانی. این دوستمون افواه رو پرسیدن یعنی چی. افواه الان هم میگیم دیگه، میگیم افواه مشهوره، یعنی در گفتگوی مردم، دهان ها معنی میده.
دقیقا. امروز جهان را چو شکر باید خورد، آید روزی که خود جگر باید خورد. شیطان نفس اماره با او می گفت، بهار جوانی را غنیمت دار، پیش از آن که خزان پیری گلنار رخسار پژمرده گرداند. انار بهی گردد، این انار داره به پستانهاش فکر کنم چیز میکنه دیگه، اشاره میکنه پستانهاش مثلا از حالت بیفتن، و ارغوان شنبلید شود، احتمالا روش رنگ روش برگردد، ترخی به زردی تبدیل. مهر باز روزگار کهربای سوده بر عارض گل رعنای رخسار پراکند، زردی باز روی قرمزی، و فساد ضعف رگزن ضعف نور از باسلیق باسره بگشاید. این خیلی تصویرش قشنگه، میگه که اون نوری که داره میاد تو چشمو تشبیه کرده به خونی که داره از توی رگ رد میشه. بعد میگه که ضعف مثل رگزن این رگ رو میزنه، جریان این نور رو قطع میکنه از چشم، یعنی چشم ضعیف میشه. و زعفران در سکنگبین تسکین زیادت کند، و پیش از آن که لباس قیری به افلاس پیری بدل شود، و خورشید جوانی در حجاب سحاب بیاز ماند، و جمال دولت حیات پای در رکاب زوال آرد، و شیب و کلهو عیب روی از پرده غیب بنماید. پیری همش عیبه. خیلی چیزه، خیلی زبر مسئله نامردیه. مثلا پیرا رو میگن آقا شما جهان دیده اید با تجربه اید، فلان یا آقای حرفا نیست، و شیب و کلهو عیب. ابیض مظلمون و کل بیازن فی سوی العین و المفارق نور، سفیدی گمراه کننده است و هر سفیدی در نبودن بینایی روشنایی است. قدما فکر میکردن که اینایی که نمیبینن چشماشون سفید، اینایی که کورن همه چیز رو سفید میبینن. آره راست میگی. و هاتف هادم اللذات، هاتف مرگ آواز دهد و طبل رحیل بزند، که زاد رحلت بر راحله روز و شب نهید، و دل از متاع دنیا و حطام او بردارید، و گرد سیاه مویان مگردید، که عشق روز پیری سرمایه بی تدبیری است، و شب وصال به هنگام شباب پیرایه روزهای امیری. وقت آن است که و تجر و از یال سبی فتخالها قزبان بان به سبا متعتفو، یک کودکی کم سن و سال را به دنبال خیش می کشد و سپس وی را جا می گذارد. مانند شاخه های بید مشک است که به دست سبا نوان می شود. این مشک هم معربش میشه مسک. اگه مید مشک شنیدین اشتباه تو تلفظ کردم. آره مشک، چون معربش میشه مسک. جوانی و از عشق پرهیز کردن نباشد به جز ابلهی و سفیهی. پس حجاب عصمت و نقاب عفت از پیش برگرفت، راجب زن یارو بازرگانه داریم صحبت میکنیم دیگه، و هر شبی از برای تحصیل لذت و تطییب معاشرت، نو کردن پاکیزه کردن معاشرت، به خانه معشوق میرفت و با خود میگفت، امروز به کام خیش دستی بزنیم زان پیش که دست ها فرو بندد خاک. تا مدتی بر این حادثه بگذشت و بازرگان از مطالعه زیعت زمین ها و معامله و تجارت بازگشت و در شهر به طرفی یا به طرفی نامعهود فرود آمد و اسباب طرب مهیا گردانید. اون بعد برگشت شهر، ولی خونه نرفت دیگه، رفت یه جای دیگه شهر، یه خونه ای گرفت و اومد که خوشگذرونی کنه، و با خود گفت، چون نیست مقام ما در این دهر مقیم، پس بیمه و معشوق خطایی است عظیم. از محدث و از قدیم کی دارم بیم، چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم. این مهداد فرهمند تازگی یه چیزی تو توییتر یا تو فیسبوک نوشته بود
که میگفت یه خونه یه دوستشو تو ایر بی ان بی تو استانبول اجاره داده، بعد میگفت اینایی که میان خونه رو اجاره میکنن بیشترشون اهل خود استانبول هن، مثلا خونه شون یه محله دیگه است، میان اونجا رو اجاره میکنن واسه فسق و فجور. این بازرگان هم مشخصه که از قدیم این رسم بوده دیگه. پس گنده پیری که جوانان بی سامان در تحت تصرف و فرمان او بودند، طلب کرد تا از بهر او زنی با جمال جوید که شبی چند با او به روز آرد و گاهی چند به تماشا و اشرت بگذارد. به اتفاق، یعنی اتفاقا، گنده پیر از بتانه خانه و خواص آشیانه او بود، رفیق زنش بود که او را قیادت ترتیب دادی. قیادت همون قوادیه، یه قیادت به معنی سروری هم داریم، این اون نیستش دیگه. این گنده پیره ببخشید بکش زن خود این مور، خانم رئیس زن خود این مور. دیناری چند بر دست اون نهاد و به طلب زن حریف فرستاد. گنده پیر ضرب استاد، چون کسی از زن او با جمالتر نبود، به خانه او رفت و گفت جوانی به غایت با جمال و بازرگانی بسیار مال آمده است و میخواهد که روزی چند دستی برهم زند و چندینی زر داده است و حجره مهیا کرده، زر بگیر و بیا تا تو را آنجا برم. زن در حال برخاست و با گنده پیر بدان موضع آمد. چون قدم از در حجره در نهاد، شوهر خیش را دید، بی دهشت و حیرت فریاد برآورد و چنگ در ریش مرد زد و المستغاثه مسلمین آواز داد که ای بی وفای نابکار و ای بد عهد بد کردار، مدتها بر آمد تا رفته ای و مرا به دست غم سپرده و خود با ماهرویان به تماشا و اشرت مشغول شده. دریغ عهد و وفای من ای سنم، که مرا غلط فتاد همی در وفا و مهر تو زن. مرا دل در انتظار تو چون نرگس همه چشم شده و در ترقب قدوم تو اجزا و اعضا چو سی سنبر، یه گلیه، همه گوش گشته، جاسوسان و منهیان نصب کرده تا از کجا خبر دهند. تو در تنعم و راحت و من در رنج و مشقت و عناب و بلیت مانده. مرد در دست زن عاجز بماند، خجل و متحیر و مستر و متفکر، چون صعوه در چنگ باشه. ببین دیروز توی شعرهای رودکی صعوه در چنگ زغن داشتیم، این همونه. و پیل از نیش پشه خلاص میجست و میگفت اراح الله نفسی من سفیه محت یده سروری بالاساعه بالاساعتی. میگه که خدا رهایی دهد مرا از نادانی که دست او به بد کرداری شادی مرا از بین میبرد. مسکین من مستمند، از چندین کس در دست تو بیبا کجا افتادم. آخر الامر همسایگان در آمدند و با 100,000 شفاعت و زاری صلح کردند که مرد زرها به زن دهد و به خانه برد. لقد توفت و فی الافاق حتی رضیت من القنیمت بالعیابی. شعر مال عمرو القیس. در آفاق بسیار گردیدم تا این که از غنیمت به بازگشتت راضی شد. این افسانه از بهرهان گفتم، وزیر باز داره میگه، تا رأی اعلی شاه از بدیهه فکر و اندازه قدر زنان غافل نماند و به قول ایشان بر چنین سیاستی حائر، یعنی کشتن فرزند، اقدام جایز نبیند که تدارک آن ممکن نبود و در دنیا و عقبا ملوم و معاقب و مذموم و مخاطب کرد. شاه چون این مقدمات بشنید، مثال لطا شاهزاده را به حبس بردند. این بچه ها یکی رو به مهرداد یه تماس بگیره ببینه که کجا نمیاد. بگه مهرداد نمیاد. نمیگیرم. چی؟ آها مرسی. آمدن کنیزک روز چهارم به حضرت شاه. چون مدت این حادثه به روز چهارم کشید و 3 روز متواتر وزرای پادشاه که اکابر دولت و اماصل حضرت بودند به لطایف حکم و نوادر مواعظ در ابقای مهجت یا مهجت شاهزاده، این مهجت یا مهجت فکر کنم
این معنی راه راست میده، یه معنی جان و اینا میده، مطمئن نیستم کدومش اینجاست چجوری باید بخونیم. خلاصه برای حفظ جون شاهزاده چند پیاده از داستان دستان زنان، از داستان مکر زنان بر نطع سمع شاه راندند. یعنی آقا گوش شاه رو مثل نطع اون صفحه شطرنج در نظر بگیرید. اینا چند پیاده راندند. کنیزک هر فرزین بند که دانست می کرد. این فرزین بند یه تکنیک شطرنج ظاهرن، حالا اینجوری که خوندم اون که وزیر با حمایت پیاده بره جلو، منتها این چیز هم داره دیگه، مثلا وزیرا میشن فرزین، این بند کردن فرزین رو در نظر بگیرید از فرزین بند. و هر منصوبه که شناخت می ساخت، هر منصوبه باز بازی شطرنج میشه تا شاهزاده رو شهمات کند. اما وزرای مملکت که هر یک فرزینی فرزانه و صاحب کفایتی یگانه بودند، به انوار مصابیح علم و عقل ظلام آن ظلم دفع می کردند و شرر آتش خشم شاه را به آب رای ثواب از سوختن خرمن مصالح دین و دولت اطفاء می دادند و صفرای حادثه را که به یرقان ابطال شخص شاهزاده متعدی بود به سکنگبین حکمت تسکین می دادند. حالا این اصطلاحات شطرنج و پزشکی اینا برده، یه چیزش برای من باوزه است. این میگه که ابطال شخص شاهزاده، این دکترها مریض میبینه میگن اکسپایر شد. منو یادم اون میندازه که شاهزاده رو میخواد ابطال کنه. ازش رقت آرا و هم فی ملمتن قضاین علا سجف الملمت بالحتکی. میگه هرگاه آرای در لفاف پیچیدهشان آشکار گردد، میبینی که در پرده پوشیده ملامت و حتک به همراه دارد. کنیزک روز چهارم قدحی زهر برگرفت و پیش تخت شاه رفت و گفت: چون رای جهان آرای مشکل گشای عدل فرمای شاه را به کلمات صالحات بنده التفاتی نیست و ظلمی را که در ایام همایون او بر این خدمتکار رفت از منبع عدل و منحل چشمسار فضل او وجه مجازات و مکافات نخواهد بود، به ضرورت مرگ بر زندگانی اختیار کنم و به اضطرار زهر قاتل که برید عنای عاجل پیغمبر درد فوری و تلیعه فنای عاجل است تجرع نمایم بنوشم و حکم این ظلم به موقف عرصات محشر و مجمع میعاد یوم الفزع الاکبر افکنم، به قیامت بفکنم تا حاکم فضل و قاضی عدل انصاف من از فرزند ناحفاظ و دستوران ظالم شاه طلب کند که آنجا میل و محابا و عنایت و مدارا نبود و مقاصد و اغراض وزرا آن است که چهار بالش مملکت به فرزند ناخلف شاه دهند و از بعث و سیاست شاه برهند و ملک و دولت را قواعد و اساس نو نهند. یا آقا اینا دنبال اینن که تو بمیری، مملکت بیفته دست شاهزاده، اینا زیر و زبر کنن مملکت تو. آنگاه در عرصه مملکت هر یک بر وفق مراد خود به استبداد رأی تصرف کنند و در تغییر قوانین سیاست و تبدیل رسوم آن چندان که امکان دارد تقدیم نمایند و واقعه بنده و وزرای شاه برابر است با حادثه خرس که طمع انجیر خوردن کرد و به جهدهای بسیار و مشقتهای بیشمار بر درخت انجیر رفت و خود را به هزار حیلت و مهنت طعمه‌ای مستخلص کرد. آخرالامر به شومی ظلم نگونسار در افتاد و جان تسلیم کرد. شاه پرسید: چگونه بود آن؟ بازگوی. این یک کمی از این ده دقیقه رو که مونده شاید طولانی تر بشه ولی بخونیمش، چون مهزاد هم نیستش دیگه. کنیزک گفت: در روزگار ماضی و عهود گذشته بوزنه ای از دنیا اعراض کرد
و از اصحاب و یاران تخلف گزید و تجنب اختیار کرد و وطن معلوف و مسکن معهود بگذاشت و دل از اهل و فرزندان برداشت و گفت و کانت بالعراق لنا لیال سرقناهن من ریب الزمانی جعلناهن تاریخ اللیالی و عنوان تذکره و الامانی. میگه که ما را در عراق شبهایی بود که آن را از شک روزگار پنهان ساختیم و قرار دادیم آن را تاریخ شبها و عنوان یادآوری و آرزوها. این بیت هم در واقع از سوسن بادنامه نقش شده تو بقیه متون. یعنی این میخواه بگید که چون خیلی شبی خوبی بوده اسمی براش نذاشتیم. اینم یه قاعده ای بود است که میترسیدن یه وقت چش بخوره. گرد آمده بودیم چو پروین یک چند، ایمن شده از فراق و از بیم گزند. ما نا که نبودیم به وصلش خرسند، کیزت چو بنات نعشمان بپراکند. یاران و پیوستگان را ودا کرد و از آنجا به جزیره ای رفت که در وی امن و رفاهیت و خصب و فراغت حاصل بود، خالی از مزاحمان و فارغ از قاصدان. ورع و تقوا پیش گرفت و روی به منزل عقبا نهاد. دست در حبل متین طاعت زد و پای قناعت بر روی شهوت و نهمت نهاد. کمازاری اختیار کرد و تقوا و پرهیزگاری شعار و دسار گرفت. چون در ملک قناعت استقراری یافت و لذت آن بدید، گفت کسی که عزت عزلت نیافت هیچ نیافت، کسی که روی قناعت ندید هیچ ندید. و در آن جزیره انجیر بسیار بود که تابستان و زمستان به تر و خشک آن روزگار گذاشتیم. چون مدتی بر آن بگذشت، اتفاق را ابتدای فصل خزانی در آمد و آفتاب دینارگون از مرحله سنبله در کفه میزان استقامت یافت. میزان ماه مهر دیگه، درسته؟ کسی یادش هست؟ حالا به هر حال این که میگه استقامت یا ذر روز با سنگ شب تساوی پذیرفت، مال اعتدال پاییزیه دیگه. و زبان ایام گفت کنون که خور به ترازو رسید و آمد تیر، شدند راست شب و روز چون ترازو و تیر. هنگام دعت و آسایش و روزگار ذخیرت و غنیمت است، فرصت رو عزیز دار و از بحر ایام مستقبل ادخاری به انبار کردنی واجب شمار. انجیر تمام رسیده است و نضج بر کمال یافته. نضج معنی قدیمش میشه رسیدن میوه یا کلا پخته شدن. و چون رطب بر شاخ نخل و عسل در کندوی نخل، حلاوت و دسومت در وی مزاج پذیرفته. دسومت هم یعنی مثلا چرب و چیلی شدن. و چون عقیق و بسد و لعل و زبرجد رنگ روی گرفته. روزگار اسیر انگور است، خم از او مست و خیک مخمور است. خیز تا سوی باغ و بشتاپیم، کزمه و میوه اندرو سور است. به به. بوزنه گرد انجیرستان میگشت و یکی یک را مطالعه میکرد. همین جان؟ دهم شهریور تا دهم مهر. چی رو گفتی؟ سنبله؟ میزان. مرسی. بوزنه گرد انجیرستان میگشت و یکی یک را مطالعه میکرد. بعضی را مرسی احمدی یکی یک را مطالعه میکرد، بعضی را به کار میبرد و بعضی برای ذخیره ایام مستقبل خشک میکرد، تا چون حریف خریف پاییز عربده آغاز کند و دست زمستان از کمان آسمان تیر زمهریر گشادن گیرد و آسمان از کمان قوس پنبه زدن ساز کند، برف بیاد و طبیعت عالم از آب حوضها جوشن زمردین ساختن گیرد و اوراق اشجار که از حدت زخم نیش عقرب آبان در تبقب افتاده باشند و در بحران یرقان قموم به خفتان سموم رسیده. اون طبقه یه طبیعه که
میگیره اول میکنه یک روز در میونه. ظاهرا نیش عقرب هم همچین تبی می آورده. حالا ما عقرب گزنده رو با عقرب برج عقرب با همچیز کرده، شباهت لفظشون استفاده کرده. و زردی بر اشجار و لرزه بر شاخسار پدید آمده، از آسیب سرسر زمستان ریختن گیرند و صحرا و مرغزار از برگ و بال خالی و عاطل ماند. مذلت مجاعت گرسنگی که قاسم ظهور شیران در هم شکننده ظهور شیران و شکننده دل دلیران است. و الجوع یرز الاسود بالجیف، میگه که گرسنگی شیران را به مردار خواری راضی میکنه. او را زبون و مقبول نگرداند و کادل فقر و ان یکون کفرا بر نخانه. نزدیک است که فقر به کفر بیانجام. این کلمات عقل مرشد در سمع او تکرار میکرد و عتیب و مایعکل الرجل من کسبه تقریر میداد. ببخشید، عتیب و مایعکل الرجل من کسبه. آره درست شد. عتیب یعنی پاکیزه ترین خوراکی، اون چیزی است که از کسب و کارت بخوری. در اثنای این احوال خرسی از زخم تیر صیاد به هزیمت بجست و از ترس در این جزیره افتاد. چون جزیره پر نعمت دید، دل بر تبتن نهاد، به انجیرستان در آمد و یک یک درخت مشاهده می کرد. چون شرفات شاخ اشجار، اون بالای شاخ اشجار، از ثمار از میوه ها خالی دید، عجب داشت که چندین انجیر که خورده است و این نعم و فواکه که در قبض و تصرف آورده است. در میان این فکرت و حیرت بر درختی انجیر نگریست. انجیر دید پخته و بوزنه بر وی رفته، بعضی میخورد و بعضی جمع میکرد. خرس چون آن تنعم و رفاهیت و خسب و رقد، همون رفاه معنی میده، و رقد عیش بدید و حصول کفاف رزق بوزنه و کمال عفاف او معاینه کرد، حسد و حرد بر وی مستولی گشت. این حرد اون خشمیه که به خاطر فشار با آدم مستولی میشه. و حقد و غضبی در باطن دل او ظاهر شد و شرر آتش کینه در دلش شعله زدن گرفت. حسد و ولا درجون الى درجات هم فحسود هم فی عجزهی معذور. میگه که مورد حسادت واقع شدن در حالی که راهی به مقامات آنها نیست، پس رشک برنده بر آنها در عجز خود معذور است. حسد آنجا که آتش افروزد، خرمن عقل و عافیت سوزد. آواز داد که ای برادر، موضعی به غایت نزه و خرم و متنزهی بیرنج و غم یافته ای. هوای او دل را موافق و قضای او به نیت را ملایم و لایق. دولتی صافی و مملکتی مستخلص، از آمد و شد مزاحمان فارغ و از اختلاف صادر و وارد منزه. قدر این نعم جسیم و ارج این مباهب عظیم میدانی و صدقات و صلات به درویشان میرسانی و دانم که عشر و خمس این قلات و نزل و ریع این مستقلات به دواوین سلطان نمیدهی. میگه آقا تو که وضعت خوبه و آقا بالا سر هم نداری و قسطی هم که به کسی نباید بدی، بیا به مایی که فقیریم یه کمکی بکن. آخر زکات این ثمرات به مساکین برسان که شر و ناسه من اکل وحده. یعنی بدترین مردم تن و خوران اولین ضربه بسایده که من دارم تن و خوری میبینم. و بزرگان گفتند نیکویی کن چون که تو را دسترس است، که این عالم یادگار بسیار کس است. اکنون که حوادث غربت و دوای هجرت مرا بدین تربت آورد، از لطایف این نعمت مرا نصیبی ده که
ولی الارض من کأس الکرام نصیب. این همون حکایت در واقع میگه که زمین رو از جام باده بخشندگان بهره ایست، همین که شراب چون خوری جور حیفشان برخواه. و در بر تو محقق باشد که عادت کرام ایام اکرام ازیاف است و زبان نبوت چنین عبارت کرده است: از ضعیف و ازا نزله نزله به رزقهی و از ارتحله ارتحله به زنوب قومه. این هم میگهد که مهمان هرگاه به خانه فرود آید فرود می آید با روزی خیش، و هرگاه کوش کند کوش می کند با گناهان میزبانش. و رعایت حقوق قربا از مراسم اهل دیانت و خداوندان فتوت است: هل الدهر و یومن به لیلا یجود و ایامنا به لبا هل تعود و علا قل سکان واد الحبیبی هنیئا لکم فی الجنان الخلود افیزوا علینا من الماء فیضا فنحن عطاش و انتم ورود. میگه آیا روزگار روزی لیلا را به ما میبخشد؟ آیا روزهای ما در لوا بر میگردد؟ زمانهایی که گذراندیم و زندگی که گذشت، به خدا قسم که جان من قربان آن زمانهاست. آن بگو به ساکنان دیار معشوق که گوارا باد برای شما جاودانی در بهشت ها، از آب بهشت بر ما فرو ریزید، فرو ریختنی زیرا ما تشنگانیم و شما وارد شده بر آب. بوزنه چون این کلمات منظوم و منصور سماع کرد با خود گفت: اگرچه میان من و خرس مباینتی طبیعی و مباعدتی صنیعی است که به شکل و هیئت و سیرت و صورت مخالف یکدیگریم، اما اگر در مقابله این مقدمات و مقامات که او در بیان زبان آورد و به مراعات جنان و مصافات زبان عرض داد تکلفی نکنم و تلطفی واجب ندارم، سمت بخل را ارتکاب نموده باشم و ساحت روزگار خود را به وسمت بخل و لوس شح همون بخیلی ملوث گردانیده و نص تنزیل را که بدین معنی نازل است خلاف روا داشته که و اما سائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث. اینم در واقع آیه است و معنیش هم: و خواهنده را و پرسنده را بانگ مزن، و قرآن سخن گوی و رسان، و خان مهتر نیکویی که الله با تو کرد. بوزن حشاشتی نمود، گشاده رویی نمود و بشاشتی ظاهر کرد و خرس را به لطفی جواب داد و گفت: مرحبا و اهلا و ناقتا و رحلا. یعنی خوش آمدی، سرای من و اسباب آن از آن تو. بنشین و بیاسای و فرود آی و پایفزار بکشای و نحنو ابو زیفان نکر مزیفنا به الوان اکرام و انواع انعامی. ما مردمانی میهمان دوست و میهمان نوازیم و میهمان خود را به گونه های مختلف بزرگ داشت و نعمت به گونه های مختلف بزرگ داشت و نعمت بخشی گرامی میداریم. پس قدری انجیر از درخت فرو افکند و از برای زیادت مراعات شاخه ها بیفشاند. خرس راهی دراز پیموده بود و هاضمه معده‌اش در طرب آمده، انجیر به اشتهای قوی و شره تمام خوردن گرفت، چون لذت حلاوت انجیر که طعم عسل و ذوق شکر داشت به مذاق او رسید، شرهش زیادت گشت و شهوتش در کار آمد. الهاح پیش گرفت و گفت: ای برادر، ذوقم را هنوز شرهی و شوقی هست و این انجیر سلسله شهوت معده مرا در جنباند. تکلفی کن و تلطفی فرمای که از مایده کرام بی زله اشباع ببخشید که از مایده کرام بی زله اشباع بر نتوان خواست،
میگه آقا وقتی که رفتی سر سفره کسی تا نترکیدی نباید بلند شی، بدون غم و اندوه پرشدگی بر نتوان خواست. چه هر ضیافتی که اطعمه او کوتاه مزه بود، آن ضیافت سراسر و بال و بزه بود. بوزنه دیگر بار لطافتی به جای آورد و شاخه ها درفشاند و خرس به کار می برد تا هیچ نماند و زوایای معده و خبایای سینهش هنوز خالی و خوابی بود. خرس دیگر بار آواز داد که مائده ملوک مائده شرف است، نه مائده علف، اما مائده دوستان که از برای دوستان نهند مائده علف و آیده تلف باشد و سالسو خیر. تا سنشه بازی نشه. یک بار دیگر نزیل منزل خود را نزلیده، به مهمونت یه غذایی بده و این غریق انعام خیش را نقلی. بوزنه دانست که خرس حرامزاده و کار افتاده است، فصاحت با وقاحت برامیخته و چرب زبانی را سرمایه لقمه های چرب گردانیده. جواب داد که ای خرس، آنقدر که قوت دو سه روزه من بود ایثار کردم و مقدم تو را به اهتزاز و استبشار تلقی و استقبال نمودم. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. حمیدا ببین چی میگه. حمید جان بگو. احتمالا قوت. آنقدر آره قوت. درسته. قوت دو سه روزه، غذای دو سه روزه من بود. مهمان بر خود بر میگزینند، هرچند به طعام نیازمند. و این میگه این آیه رو ورد این حال گردانیدم، اما تو خود مهمان شوخروی و وقه افتاده ای. اگر من جمله ارزاق و اسمار بر تو نثار کنم، تو سیر نگردی و اختلال و توهین در اسباب معاش من پدید آید و وهن و فتور در اکتساب و ادخار من ظاهر شود. میگه آقا تو این بخوام توصیه کنی خودمون گوش نمیبینیم. و این انجیرستان هر سال یک بار بار آرد که توتی اکله ها کل حینن به اذن ربه ها. میگهد که هر انگامی که خواست خداوند باشد این درخت بار میده. و من را سال تا سال قوام معیشت و نظام کار به دوست. خیلی چون این کلمات بشنید گفت این انجیرستان به ریسمان مادر نخریده ای و هنوز تخته وقت به هیچ کس بر سقف گیتی ندوخته اند و اگر تو بدین موضع استیلا داری، چون من اینجا رسیدم تملک و استیلای تو باطل شد. مدتی در این زرع و زرع تفکه و تنزه کردی. اون زرع با زاد یه معنی پستان حیوانات میده، فکر کنم مثلا زرع و زرع منظورش مثلا کل چیزهای گیاهی و جانوری باشه. خلاصه معنی انگور سپید درشتانه میده. میده؟ خب تفکر هم یعنی میوه خوردن به طور کلی، بهره ور شدن. و روزگار دراز در این نشیب و فراز پرواز کردی، اکنون به هیچ حال تو را با قوت و شوکت و عدت و اهبت من امکان و قوت مقابله و مقاومه نباشد. بوزنه گفت اگر تو به قوت حسی و شوکت جسمی بر من تحوری کنی و زعیم ایرانی ستم ایرانی، من به درگاه پادشاه پادشاهان بنالم تا داد من از تو طلب کند و انصاف من از تو بستاند و الله غالبون علی امره. منظور از ریسمان مادر همون بند ناف دیگه، درسته؟ بله بله، یعنی که مادرزاد چیزی به تو نرسیده که در واقع اون معنی اون بید اون آیرم که مشخصه دیگه. این لایو یک دو دقیقه عقب از چیز الان تازه اون ریسمان مادر نخریدی رو فکر کنم تازه شنیدن اینجایی. آها آره. میگه که خدا غالبه بر کاری که مخواه کنه. جبار به حقیقت و قهار بی شبهت اوست، ظالمان را دست قهر او به حبس مذلت میبرد و جائران را جبروت او در چاه محنت میاندازد. خرس از استماع این مقدمات در خشم شد، چون باد حمله آورد و چون آتش بر بالای درخت دوید
چون بر سر درخت رسید شاخ بشکست و خرس نگونسار درگشت و مهره گردنش خورد بشکست و به دوزخ رفت. ولم تزل قلت و انصاف قاطعتن بین الرجال و انکان و زوی رحمی. میگه که کمی انصاف از بین برنده در واقع پیوند مردمان است اگرچه با هم خویشاوند باشد. این مثال کنیزک میگه این مثال از بهرهان گفتم تا رای صاحب و عزم صاحب شاه را روشن شود که حق جل جلاله ظلم نپسندد و هیچ مظلوم را محروم نگذارد. یه جمله اینجا جا افتادگی داره که حالا نظر شاه برمیگرده دوباره به سیاف میگه که پسر رو ببر و بکش. دستور چهارم چون بدانست که شاه فرزند را سیاست فرمود جلاد را گفت سیاست در توقف دار تا من به حضرت شاه روم و ضرر تعجیل و منفعت تعجیل باز نمایم تا فرمان بر چه جمله بیرون آید. باشه تا اینجا که هفته دیگه دستور چهارم بخونیم. خسته نباشیم. مرسی. خب یه گزارشی از یوتیوب بده ببینیم چی تو شو. یوتیوب دو تا از دوستا کل چیز رو بودن، یکی این علی آقای 823، یکی هم آقای احمدی. خوبم بود به نظرم، کامنت میدادن سوالاشونو. بکنم که لایف پخش کنیم از این ببادم. خیلی هم خوب علی جان، دمت گرم. قربانت دمت گرم. واقعا سنباد نامت میدنی قشنگه. آره من دوست دارم واقعا. انتخاب خوبی بسیار از مرزبان نامه خوندم. آره مرزبان نامه. البته مثلا ببین مثلا فرض کن اینجا که یه جایی الان به چشمم رسید مثلا یه جمله ای رو میگه بعد همون جمله رو تکرار میکنه. اگه مرزبان نامه بود بنده خدا نویسنده مرزبان نامه خیلی تاکید داشت که یه چیزی رو دوباره تکرار نکنه، مثلا به یه زبون دیگه بگه. مثلا خیلی از این هنرورزی‌های ادبی داشت. این آقای ظهیری سمرقندی اونقدی تکلف نداره، خلاصه هر جوری که راحته چیز میکنه. باشه ما با بچه های استریم هم خدافظی کنیم، استریم رو قطع کنیم همینجا تا هفته آینده.